به نام خدا و سلام، خوش اومدین به ویدیوی شماره 1 از مجموعه آموزشی یادگیری عمیق با کتابخانه پایتورچ. توی این آموزش در مورد مقدمات این کتابخونه و به طور خاص در مورد دستورات پرکاربرد این کتابخونه صحبت میکنیم. این دستورات برای تنسورهای چند بعدی و انجام عملیات ریاضی بر روی این تنسورها کاربرد دارن. برای پیاده سازی کد توی این مجموعه آموزشی از امکانات رایگان گوگل کد لب استفاده می‌کنیم. البته اجرا کردن این کد به صورت لوکال هم امکان پذیره که نیازمند ایجاد یک انوایرمنت برای کتابخانه پایتورچ و سایر کتابخانه‌های لازم است. برای ترین کردن مدل‌ها قصد داریم از جی پی یو استفاده بکنیم و از اونجایی که ممکنه جی پی یو های انویدیا به طور خاص در دسترس نباشن، کد لب شاید ساده‌ترین و کارآمدترین گزینه ما باشه. برای استفاده از امکانات کلاب کافیه که فقط یک حساب گوگل داشته باشیم و سرچ میکنیم کلاب رو و ساین این میکنیم. اینجا از حساب گوگل استفاده میکنیم و ساین این میکنیم. باقی مراحل روتین ساین این کردن توی حساب گوگل هست. بسیار خوب، من وارد گوگل کلاب شدم و یک نوتبوک جدید با نام پایتورچ بیسیکس ایجاد کردم. مطالبی که توی این ویدیوی آموزشی میخوایم در موردش صحبت بکنیم قابل تقسیم به دو قسمت هست. اول نحوه ایجاد یک تنسور هست و دوم این که عملیاتایی که قابل انجام هست بر روی این تنسور. ما یک تنسور رو میتونیم با استفاده از دیتای خودمون، دیتایی که میتونه لیست یا یک توپل باشه، ایجاد بکنیم. میتونیم با استفاده از آرایه‌های نامپای تنسور ایجاد کنیم. میتونیم با استفاده از مقادیر ثابت و تصادفی تنسور ایجاد کنیم. تنسورها رو میتونیم با استفاده از یک رنجی از داده ها ایجاد بکنیم و تنسورهایی که ایجاد میکنیم قطعا یک سری ویژگی ها و اتریبیوت هایی هم دارن. من باب عملیات هایی که قابل انجام هست برای تنسورها میتونیم به ایندکسینگ و اسلایسینگ اشاره کنیم. ایندکسینگ و اسلایسینگ همون عملیاتایی هستن که برای تنسورهای نامپای هم قابل اجرا هستن. در مورد جوین کردن تنسور را صحبت میکنیم، ریشیپ کردن یک تنسور، عملیات ریاضی که برای یک تنسور قابل انجام هست، تنسورهای تک عضو، آپریشن های این پلیس و سایر عملیاتایی که برای یک تنسور قابل انجام هست. البته دستوراتی که توی کتابخانه پایتورچ، بهتر بگیم فریم ورک پایتورچ وجود داره بیش از 300 تا است که قطعاً امکان پذیر نیست که توی یک ویدیوی آموزشی همه اونها پوشش داده بشه و لازم هم نیست. شاید در طول استفاده از کتابخانه پایتورچ اصلا نیازی به استفاده از این دستورها پیدا نکنیم. نهایتاً در مورد ارتباط بین کتابخانه نامپای و کتابخانه پایتورچ صحبت می‌کنیم و اینکه چطور می‌تونیم یک نامپای اری رو تبدیل بکنیم به یک تنسر. کتابخانه پایتورچ از اونجایی که کتابخانه بسیار معروف و محبوبی هست، به صورت پیش‌فرض توی گوگل کلاب نصب است. در واقع نیازی نیست که پیپ اینستال بشه و صرفاً با ایمپورت کردنش می‌تونیم استفاده کنیم. کتابخانه پایتورچ رو نیاز داریم به اضافه کتابخانه نامپای. این سلول رو ران میکنیم تا متصل بشیم به محاسبات ابری گوگل. میتونیم ورژن تورچی که داریم استفاده میکنیم رو چک بکنیم. ورژن 1.10 به اضافه کودای 11.1. ورژن پایتورچ به اضافه کودایی که برای بهینه‌سازی محاسبات برای جی پی یو کاربرد داره. این تنسوری که در موردش می‌خوایم صحبت بکنیم حالا چی هست؟ دیتا ابستراکشن مرکزی توی کتابخانه پایتورچ. به طور ساده اگه بخوایم توضیح بدیم، یک دیتا استراکچر ویژه هست برای اینکه ما بتونیم ورودی‌ها و خروجی‌های مدلمون رو، همچنین در واقع پارامترهای مدلمون رو توی کتابخانه پایتورچ انکد بکنیم. شبیه آرایه ها و ماتریس ها هست، خیلی شباهت داره با آرایه های نامپای، با این تفاوت که تنسر های پایتورچ برای استفاده بر روی جی پی یو بهینه سازی شده اند، در حالی که آرایه ها توی کتابخانه نامپای فقط بر روی سی پی یو کار میکنن. ما میتونیم با استفاده از دستور تورچ دات تنسر که در واقع اولین دستور ما هست، دیتامونو تبدیل بکنیم به یک تنسر. این دیتا میتونه یک لیست باشه، یک لیستی از لیست باشه، در واقع یک ماتریس باشه، یک وکتر باشه، یک توپون باشه. اونا میتونیم تبدیل بکنیم به تنسرهای پایتورچ. اگر یک دیتا تنسر تعریف بکنیم
و تورچ دات تنسر رو استفاده بکنیم و دیتا رو بهش بدیم، فراخوانیش هم بکنیم، ببینیم که دیتای ما که یک لیست هست، اگر که تایپش رو چک بکنیم لیست پایتون هست، تبدیل شده به یک تنسر پایتورچ. نکته ای که باید اینجا در نظر بگیریم اینه که دستور تورچ دات تنسر نیازی نداره که نوع دیتا تایپمون رو بدونه، خودش به صورت اتوماتیک میتونه دیتا تایپ رو استخراج کنه. اگر که دیتا تنسر رو یک دی تایپ ازش چک بکنیم، ببینیم که اینت 64 هست. حالا اگر برای مثال تبدیلش بکنیم به فلوت، یک بار دیگه ران بکنیم این سلولو، ببینیم که دیتا تایپ بدون اینی که ما به صورت اکسپلیسیت نشون بدیم که دیتا تایپمون فلوت 32 هست، دستور تورچ دات تنسر تونسته که تایپ دیتا تایپ ما رو استخراج بکنه و ست بکنه. دو تا دستور دیگه وجود داره، دستور تورچ دات فرام نامپای و تورچ دات از تنسر. این دو تا دستور برای تبدیل آرایه های نامپای به تنسورهای پایتورچ استفاده میشن. اگر دیتایی که اینجا تعریف کردیم و تبدیلش بکنیم به یک آرایه نامپای، به این صورت که بگیم مثلا اسمش رو بذاریم دیتا ارای و np.array و دیتا رو بهش میدیم، تایپش هم میتونیم چک بکنیم. خب میبینیم که اون لیستی از لیستمون که با نام دیتا ایجاد کرده بودیم تبدیل شده به یک ndarray نامپای. خب الان میتونیم با استفاده از دستور torch.fromNumpy این آرایه numpy رو تبدیل بکنیم به تنسر پایتورچ. اگر که اسمش رو a بذاریم و torch.fromNumpy رو استفاده بکنیم و این دیتا ری که تعریف کردیم و به عنوان ورودی بهش بدیم، همچنین فراخوانیش هم بکنیم، ببینیم که تنسر ما ایجاد شده و دی تایپش هم و فلوت 64 هست. البته کتابخانه پایتورچ زمانی که یک تنسر رو ایجاد میکنه، دیتا تایپی که به صورت پیش فرض استفاده میکنه برای اون تنسر فلوت 32 بیتی هست. دستور بعدی که داریم دستور تورچ دات از تنسر هست. اگر که تنسر بی رو تعریف کنیم و تورچ دات از تنسر رو استفاده بکنیم و این بار هم این دیتا ری که تعریف کردیم رو بهش بدیم، همچنین فراخوانیش بکنیم، باز هم می‌بینیم که تونستیم از دیتا ری که قبلا تعریف کردیم یک تنسر ایجاد بکنیم. تا اینجا کار سه تا دستور تورچ دات تنسر، دستور تورچ دات فرام نامپای و تورچ دات از تنسر برای ایجاد تنسرهای پای تورچ معرفی کردیم. دستور تورچ دات تنسر و این دو تا دستور تورچ دات فرام نامپای و از تنسر یک تفاوت با هم دارن. تفاوتی که وجود داره اینه که زمانی که ما از دستور فرام نامپای و از دستور از تنسر استفاده میکنیم، آرایه نامپای ما و تنسر پای تورچمون دارن از یک قسمت اشتراکی از مموری استفاده میکنن و هر تغییری که توی یکی از این دوتا، حالا آرایه نامپای یا تنسر پایتورچ داده بشه، باعث تغییر تو اون یکی هم میشه. پس باید مواظب باشیم که اگر که داریم از این دستورها استفاده میکنیم و تغییری میدیم توی تنسرمون یا توی آرایه نامپایمون، باید بدونیم که این تغییر هم توی تنسر و هم توی آرایه نامپای اعمال میشه. برخلاف این دوتا دستور، دستور تورچ دات تنسر رو داریم که وقتی ازش استفاده میکنیم، دستور تورچ دات تنسر همیشه با ایجاد یک کپی از دیتای ما شروع میکنه به تولید تنسر پای تورچ. روش مرسوم و در واقع توصیه شده توی ایجاد تنسر توی کتابخانه پای تورچ اینه که زمانی که ما داریم یک تنسر رو تعریف میکنیم، بهتره که از همون ابتدا دی تایپش رو هم مشخص بکنیم. اگر که تنسر ما، برای مثال دیتا تنسرمون داره تعریف میشه، میتونیم دی تایپ رو هم از همینجا تعریف بکنیم، مثلا اینت 32 بذاریم. بسیار خوب. امیدوار هستم که در ویدیوی بعدی هم با من همراه باشید. توی این جلسه میخوایم در مورد نحوه ایجاد یک تنسر پایتورچ با استفاده از مقادیر تصادفی و ثابت صحبت بکنیم. این سلول رو ران میکنیم
دستور اول دستور توش داد زیروز هست. اگر که یک زیروز تنسر تعریف کنیم و توش داد زیروز رو فراخوانی کنیم، ابعاد بهش بدیم، چون اولین پارامتری که از ما میخواد سایز هست. اگر که سایز 3x4 رو براش بنویسیم، میتونیم یک تنسر با مقادیر 0 ایجاد بکنیم، فراخوانیش کنیم. ببینیم که تونستیم با این دستور یک تنسر 3x4 3 سطح و 4 ستون با مقادیر 0 ایجاد بکنیم. باز میتونیم اینجا یک دی تایپ ازش چک بکنیم و فلوت 32 هست. اشاره کردیم که کتابخانه پایتورچ زمانی که یک تنسر ایجاد میکنه دیتا تایپ پیش فرض فلوت 32 بیتی هست. دو دستور بعدی یعنی torch.ones و torch.i مشابه دستور torch.zeros هستن. ones تنسر ایجاد میکنیم و torch.ones رو فراخوانی میکنیم. یک دایمنشن در واقع یه شیپ باید بهش بدیم و نهایتاً فراخوانی کنیم. آی تنسر ایجاد کنیم و تورچ داد آی باز هم این بار مثلا 4x4. دستور بعدی دستور توش دات رند هست که برای ایجاد یک تنسر با مقادیر تصادفی یک نواخت استفاده میشه. یک رند تنسر ایجاد کنیم و سایز 3x3 رو بهش بدیم. همچنین رند تنسرمون رو فراخوانی کنیم. همچنین اگر بخوایم یک تنسر با مقادیر تصادفی نرمال داشته باشیم، از دستور توجرات رند اند استفاده میکنیم. رند ان باز هم 4x4 باشه سایزش. همچنین فراخوانی کنیم رند ان تنسر رو. ببینیم که تونستیم یک تنسر با مقادیر تصادفی نرمال ایجاد کنیم. دستور توش دات رند برای ایجاد یک تنسر با مقادیر تصادفی یک نواخت استفاده میشه. دستور بعدی توش دات رند اینت هست. رند اینت تنسر ایجاد کنیم و توش دات رند اینت 4x4 و اینو به صورت یک توپو بنویسیم. و اینجا حد پایین و حد بالا نیاز داره که 1 و 10 بهش میدیم. رند اینتنسر رو فراخوانی میکنیم و یک تنسر با استفاده از مقادیر صحیح تصادفی بین 1 و 10 ایجاد کردیم. دستورات بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم زمانی استفاده میشن که ما یک تنسر به عنوان تنسر مبنا داشته باشیم و بخوایم یک تنسر با مقادیر تصادفی و سایز اون تنسر مبنا تولید بکنیم. اگر که یک تنسر مبنا ایجاد بکنیم و 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 این در واقع دیتامون باشه، یک بیس تنسر تولید کنیم با استفاده از torch.tensor و بیس رو بهش بدیم. همچنین فراخوانی هم بکنیم. یک رند لایک تنسر تعریف کنیم و از دستور torch رند لایک استفاده کنیم و به عنوان اینپوت بیس تنسر رو بهش بدیم و فراخوانیش هم. البته ما میتونیم برای اینکه این مشکل رو حل کنیم، زمانی که داریم توش دات تنسر رو ایجاد میکنیم، بیس تنسر رو با استفاده از دستور توش دات تنسر ایجاد میکنیم، دی تایپ رو برابر با
تورچ و فلوت 32 قرار بدیم. ببینیم این مشکل حل میشه. با استفاده از torch.randlike تونستیم یک تنسر با مقادیر تصادفی به ابعاد تنسر بیسمون ایجاد بکنیم. دستورهای torch.randlike, randint-like, zeros-like, ones-like همه چنین فلسفه‌ای دارن. randint-like هم تعریف میکنیم. torch randint-like و base tensor و حد پایین و بالا. zeros like tensor رو تعریف کنیم و از دستور torch dot zeros like و base tensor رو بهش بدیم. و نهایتاً ones like tensor رو تعریف کنیم. torch dot ones like و base tensor. بسیار خوب، با استفاده از این دستورهایی که به like ختم میشد ما تونستیم که یک تنسر با مقادیر رندوم، یک تنسر با مقادیر رندوم و تصادفی نرمال، تصادفی صحیح، تنسری با مقادیر صفر و یک که ابعادی مشابه ابعاد تنسر مورد نظر ما داره ایجاد بکنیم. دستور بعدی دستور torch.mt هست که برای ایجاد یک ماتریس، یک تنسر توهی استفاده میشه. خب بیان یک تنسر توهی ایجاد کردیم مقاد 4x4. فقط چیزی که باید در نظر داشته باشیم اینه که این مقادیر مقدار تنسر ما نیستن، این بخشی از مموری هستن که زمان ایجاد تنسر توهی اشغال شده. آخرین کامند این ویدیو آموزشی torch.diag هست که ما اولش یک تنسر ایجاد میکنیم و یک وکتر هست با مقادیر تصادفی نرمال. ایو چک کنیم و یک دایگ تنسر در واقع تعریف میکنیم. تورچ و ایو بهش میدیم، فراخوانیش هم میکنیم. دایگ تنسر ما یک تنسر هست، یک تنسر دایگنال هست که مقادیری که روی قطر قرار گرفته مقادیری هست که ما به عنوان اینپوت بهش دادیم، مقادیری که خودمون ایجاد کردیم. این قسمت از ویدیوی آموزشی مربوط به مقدمات کتابخانه پایتورچ هم در اینجا به پایان رسید. توی ویدیوی بعدی در مورد نحوه ایجاد تنسرها با استفاده از یک دامنه ای از داده ها و همچنین ویژگی های اونها صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که در ویدیوی بعدی هم با من همراه باشید. در ادامه مطالب ویدیوی گذشته در مورد روش‌های ایجاد تنسرها می‌رسیم به دو دستور torch.arrange و torch.linspace. دستور torch.arrange و همینطور دستور torch.linspace برای تولید یک تنسر با استفاده از رنجی از داده‌ها به کار می‌ره. ورودی‌های این دستور نقطه شروع، نقطه پایان و همچنین سایز استپ ما هست. یک تنسر با نام A ایجاد کنیم و برای مثال عدد 6 رو به عنوان اینپوت بهش بدیم و فراخوانیش هم میکنیم. میبینیم که یه وکتر برای ما ایجاد کرده و از 0 تا 5. زمانی که نقطه شروع برای دستور فراهم کرده باشیم به عنوان اینپوت، دستور torch.arrange از 0 شروع میکنه تا یک عدد قبل عدد ما. این عدد 6 که ما اینجا به عنوان ورودی بهش دادیم اکسکلوسیف هست و توی اون دامنه اعداد قید نمیشه. یه سلول جدید ایجاد کنیم و تنسر B رو تعریف کنیم. نقطه شروعمونو 1 و نقطه پایانمونو عدد 5 بهش میدیم. B رو فراخوانی میکنیم. زمانی که نقطه شروع و نقطه پایان توی دستور range فراهم شده باشه، از 1 شروع میکنه، از نقطه شروعی که بهش دادیم،
که اینکلوسیو هست توی اون دامنه از اعداد قید میشه و تا نقطه یکی قبل از نقطه پایان جلو میره. باید در نظر داشته باشین که نقطه شروع اینکلوسیو هست و نقطه پایان اکسکلوسیو. همینطور میتونیم برای این دستور سایز استپمونم فراهم بکنیم. 1-3 برای مثال با استپ سایز 5/10 و 30 رو هم فراخوانی میکنیم. torch.arrange تو این حالت از 1 شروع کرده و با فاصله های 5/10 تا 3 جلو رفته. که ببینیم نقطه پایانیش 2.5 هست. دستور دیگه ای که داریم دستور torch.linspace هست. این هم همون start و end و steps رو داره و برای ایجاد یک رنجی از داده ها با فواصل مساوی به کار میره. تنسر ای رو تعریف کنیم بین 3-10 و step 5. همچنین فراخوانیش هم میکنیم. میبینی که 5 تا عدد به ما داده، 1, 2, 3, 4, 5 بین 3-10. بسیار خب، اینم از دو دستور torch.arrange و torch.linspace. در ادامه میرسیم به اتریبیوت های یک تنسر. این اتریبیوت ها شامل شیپ یا سایز اون تنسر هستن، دی تایپش هستن و دیوایسی که اون تنسر بر روش ایجاد شده. یک تنسر جدید با نام مای تنسر ایجاد کنیم و دستور رند با سایز 3/4. میتونیم از دستور پرینت استفاده کنیم و بنویسیم تنسر شیپ is و بگیم مای تنسر tensor.shape. نشون میده که سایزمون 3/4 هست. tensor.size هم همین کار رو انجام میده. پرینت کنیم و بگیم tensor shape یا بگیم tensor size is و my tensor size. هر دو این دستور رو یک کار رو انجام میدن. ویژگی بعدی دیتایپ هست که توی ویدیوهای قبلی هم در موردش صحبت کردیم. گفتیم زمانی که کتابخانه پایتورچ یه تنسر ایجاد میکنه، اگر خودمون دیتایپش رو به صورت اکسپلیسیت مشخص نکنیم، پیش فرضش فلوت 32 هست. باز میتونیم پرینت کنیم تنسر دیتا تایپ رو و مای تنسر و دی تایپ فلوت 32. همچنین میتونیم از دستور tensor.device اتریبیوت device رو برای یه تنسر خاص بررسی بکنیم. زمانی که ما یک تنسر ایجاد میکنیم، دیوایس پیش فرض توی پایتورچ CPU هست. مای تنسر و دیوایسش که CPU هست. رویه مرسومی وجود داره توی استفاده از فریمورک پایتورچ که ابتدای کد دیوایسی که قرار هست بر روی اون مدل ران بشه رو مشخص میکنیم. به این صورت که یه دیوایس تعریف میکنیم، میگیم که دیوایس اون در واقع جی پی یو باشه، کودا باشه، torch.cuda.isavailable اگر که جی پی یوی وجود داشته باشه. در غیر این صورت از سی پی یو استفاده بکنیم. اگر دیوایس رو چک بکنیم، میبینیم که داریم از CPU کولاب استفاده میکنیم. میتونیم بریم توی ران تایم و ران تایممون رو تغییر بدیم، بر روی GPU بذاریم، سیوش بکنیم. دوباره نیاز هست که تورچ و نامپای رو ایمپورت بکنیم به خاطر اینکه اینستنس جدید هست که داریم ازش استفاده میکنیم. بعد بیایم سراغ اتریبیوت هایی که داشتیم و اینو اجرا کنیم. همه رو اجرا میکنیم دیگه. الان میبینیم که دیوایس ما کودا هست. جی پی یو وجود داره که بخوایم ازش استفاده بکنیم. حالا با یک دستور خیلی ساده توی پایتورچ میتونیم تنسری که اینجا ایجاد کردیم با نام مای تنسر رو که بر روی سی پی یو هم ایجاد شده بود به جی پی یو منتقل بکنیم. تنها کاری که لازم انجام بدیم اینه که بگیم مای تنسر و تو
این هم دیوایس ران میکنیم. خیلی خوب میبینیم که اون تنسری که روی سی پی یو بوده الان منتقل شده به جی پی یو. کودای صفر هست به خاطر اینکه ما توی کلاب فقط یک دونه جی پی یو داریم. اگه که روی سیستم خودمون یک یا بیشتر جی پی یو داشته باشیم، این عددها در واقع نشون دهنده تعداد جی پی یو هایی هست که داریم استفاده میکنیم، صفر، یک، دو، سه یا هرچی. باید در نظر داشته باشین که انتقال تنسری که ایجاد کردین از سی پی یو به جی پی یو میتونه زمان بر باشه و عملا کامپیوتیشنالی اکسپنسیو، هزینه زا هست به لحاظ محاسباتی. به عنوان حسن ختام، اگه که کنجکاو باشین که بدونین کلاب چه جی پی یو رو در اختیارتون قرار داده، میتونین جی پی یو رو با استفاده از دستور انویدیا اس ام آی چک کنین. داریم از تسلای T4 استفاده میکنیم. توی این سنسی که من در حال حاضر بهش متصل هستم تسلای T4 هست. بسیار خوب، به این ترتیب توی این جلسه در مورد راه های ایجاد یک تنسر با استفاده از یک دامنه ای از داده ها، همچنین در مورد ویژگی های یک تنسر که شامل شیپ، دیتا تایپ، دیوایس بودن صحبت کردیم. دستور تور رو معرفی کردیم برای اینکه بتونیم یک تنسر رو بین سی پی یو و جی پی یو جابجا بکنیم. البته باید در نظر داشته باشیم که این کار میتونه زمان بر بشه و برای دونستن نوع جی پی یویی که روی کلاب داریم استفاده میکنیم هم دستور انویدیا داش اس ام آی رو معرفی کردیم. بسیار خوب، به این ترتیب این ویدیو هم در همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که توی ویدیوی بعدی هم با من همراه باشید. توی این ویدیو قصد داریم در مورد عملیاتایی که بر روی تنسرها قابل انجام هست صحبت بکنیم. اولی موردی که توی این ویدیو بهش میپردازیم ایندکسینگ و سلایسینگ هست. برای شروع یک تنسر جدید ایجاد کنیم، 1 تا 10 با ابعاد 4x4. تنسرمون هم بررسی کنیم. این تنسری هست که با استفاده از دستور torch.randint ایجاد شده. ایندکسینگ و سلایسینگ توی کتابخانه پایتورچ اساساً بیسش همون ایندکسینگ و اسلایسینگی هست که توی خود پایتون وجود داره. برای مثال اگه بخوایم که مثلا ردیف اول رو استخراج بکنیم از این تنسر دو بعدیمون، میتونیم به این صورت عمل کنیم که بنویسیم و تنسر ایندکس صفر. این ردیف اولمون. حالا اگر بخوایم ستون اولمون رو استخراج بکنیم، باز یه پرینت دیگه، یه اف استرینگ و فرست کالم و تنسرمون تمام المان‌های سطر اول و فقط ستون اول، 5 1 1 7 و 5 1 1 7. اگر بخوایم که برای مثال مثلا این 6 رو از تنسر دو بعدیمون استخراج کنیم، میتونیم به این صورت عمل کنیم. تنسر این عدد 6 هم. ما با استفاده از ایندکسینگ میتونیم یک مقدار خاص توی تنسری که داریم یا یک سطر یا یک ستون رو مقداره یه جدید بکنیم. به این صورت که برای مثال بگیم تنسر و ستون 1، ستون با ایندکس شماره 1، اینو برابر با 5 قرار بده و تنسرمون رو چک کنیم. ببینیم که ستون شماره 2 یا ستون ایندکس شماره 1 تمام مقادیرش به 5 تغییر کرده. بسیار خوب، این از ایندکسینگ و سلایسینگ توی پایتورچ. مورد بعدی میرسیم به الحاق تنسرها. دو تا دستور معرفی میکنیم، دستور torch.cat و دستور torch.stack. دستور torch.cat توی کتابخانه نامپای وجود داره و اسمش concatenate. توی
توی کتابخانه تنسرفلو هم وجود داره، اونجا بهش میگن کانکت. توی کتابخانه پایتوش هم که کت هست. دو تا تنسر جدید ایجاد کنیم با نام های مرایم سال A، تورچ رند اینت، و از 1 تا 5 با سایز 4x4. یک تنسر دیگه با نام B، تورچ دات رند اینت، و از 5 تا 10 و اون هم ابعاد 4x4. این دو تا تنسر رو تعریف کنیم. اگر که بخوایم این تنسر A و تنسر B رو با هم دیگه کانکاتنیت بکنیم، از دستور کت استفاده میکنیم. به این صورت که یه کت تنسر تعریف کنیم و بگیم torch.cat و A و B رو توی یه توپل قرار میدیم، میتونه توی لیست هم قرار بگیره. به این صورت که اینجا به جای پرانتز square bracket بذاریم، حالا ما با همون توپل میتونیم بریم جلو و اینجا یک دایمنشن هم باید مشخص کنیم، محوری که یا اون اکسسی که میخوایم روی اون کانکتنیشن انجام بشه رو باید مشخص کنیم. ما اینجا 1 رو بهش میدیم و پرانتز هم ببندیم، همچنین فراخوانیش هم بکنیم. همطور که مشخص هست کانکتنیشن ما بر روی بود دوم تنسرمون، روی ستون ها انجام شده. اگر دایمنشن رو به 0 تغییر بدیم، در واقع یعنی بخوایم روی بود اولین کانکتنیشن رو انجام بدیم، میبینیم که کانکتنیشن روی سطر ها انجام شد. بسیار خوب. دستور بعدی دستور torch.stack هست که ما یه stack تنسر تعریف کنیم و بگیم torch.stack، مشابه همون کار رو انجام میدیم. اینجا هم میگیم A و B و دایمنشنش هم برای مثال میذاریم 0. همچنین توی یک سلول جدید این stack tensor رو فراخوانی میکنیم. دستور torch.cat و torch.stack شباهت دارن به هم دیگه. تفاوتی بینشون وجود داره، تفاوتی که خیلی هم حائز اهمیت هست. معمولا اینه که زمانی که ما از torch.cat استفاده میکنیم، concatenation روی بودی که از قبل وجود داره اتفاق میفته، در حالی که torch.stack اگر اون بود وجود نداشته باشه یک بود جدید ایجاد میکنه و روی اون دایمنشن جدیدی که ایجاد شده عملیات استک رو انجام میده. بسیار خوب. این هم از دو تا دستور کت و استک. در ادامه میرسیم به ریشیپ کردن یه تنسر. یه سلول جدید و یک تنسر جدید تعریف میکنیم. برای مثال 16. برسیم به دستور torch.shot view. از اونجایی که این ایکس ما 16 تا عضو داره، ما اونو میتونیم به صورت یک تنسر دو بعدی با سایز 4x4 هم مشاهده کنیم. اسمشو بذاریم تنسر y و بگیم این x و دستور view با ابعاد 4x4. این هم از y. ما یک وکتوری که 16 تا عضو داره رو تبدیل کردیم به یک ماتریسی که کماکان 16 تا عضو داره ولی سایز جدیدش 4x4 است. دستور بعدی torch.reshape. reshape هم همین کارو میکنه. اگر یک تنسر A تعریف کنیم و از دستور arrange هم استفاده بکنیم و 4 رو بهش بدیم به عنوان اینپوت، رانش کنیم و بیایم از دستور torch.reshape استفاده کنیم، تنسر A رو لازمه که بهش بدیم، همچنین دایمنشن جدیدی که میخوایم تنسر ریشیپ بشه. خب 4 تا عضو داره، تا
تنسر A ما اینو 2 در 2 باید بدیم بهش و این هم نتیجه. A رو قبل از ریشیپ کردن هم ببینیم. 1 تنسر 1 بودی تبدیل شده به 1 تنسر 2 بودی. بسیار خوب. در نظر داشته باشین که تفاوتی وجود داره بین دستور تورچ.دات ویو و تورچ.دات ریشیپ. زمانی که از ریشیپ استفاده می‌کنیم، کتابخانه پایتورچ یک کپی از تنسر ما می‌گیره و اون ریشیپ رو روی کپی تنسر ما اعمال می‌کنه. در صورتی که تورچ.دات ویو همون تنسری که وجود داره رو ریشیپ می‌کنه. در نتیجه استفاده از دستور تورچ.دات ریشیپ گزینه بهتر و امتریه برای پیاده سازی مدل‌ها توی پایتورچ. نهایتاً دستور تورچ.دات ویو ازو داریم که میشه بگی عمل کردیم مثل دستوراتی که قبلا داشتیم، مثل رند-لایک داره و این به این صورت است که ما از یک تنسر به عنوان مرجع، تنسری که قرار هست از ابعادش به عنوان مرجع استفاده بکنیم، برای دستور ویو از استفاده میکنیم و این در حالیه که تورچ.دات ویو ورودیش دایمنشن جدید تنسر ما هست. بسیار خوب، این هم از ریشیپ کردن تنسرها و سه تا دستور ویو، ریشیپ و ویو از. به این ترتیب ویدیو رو همینجا تمومش میکنیم. توی ویدیوی بعدی قصد داریم در مورد عملیات‌های ریاضی و روی تنسرها صحبت بکنیم، در مورد تنسرهای تک عضوی، اپریشن‌های این پلیس و سایر عملیات‌هایی که برای تنسرها قابل انجام هستن. امیدوارم که توی ویدیوی بعدی هم با من همراه باشید. توی این ویدیو و در ادامه مطالب ویدیوی قبل به طور گذرا در مورد عملیات‌های محاسباتی قابل انجام برای تنسر رو صحبت می‌کنیم. همینطور که قبلا اشاره کردیم، بخش زیادی از دستورات موجود در پایتورچ در واقع عملیات‌های ریاضی هستند. به همین جهت صرفاً به معرفی این دستورات می‌پردازیم و به ناچار به توضیح دستوراتی که در پیاده سازی یه مدل یادگیری عمیق کاربرد دارن بسنده می‌کنیم. ما اینجا 2 تا تنسر A و B داریم و می‌خوایم در مورد جمع و تفریق، همچنین ضرب، تقسیم، توان و ضرب ماتریسی صحبت بکنیم. پرینت می‌کنیم. تنسر A و به اضافه تنسر B، سابتراکشنش هم همین طور هست. برای ضرب هم به همین صورت عمل میکنیم و اکسپوننت هم که مثل عملهای قبلی بسیار واضح هست. برای ضرب ماتریسی یک تنسر جدید به نام مای تنسر تعریف کنیم، torch.randint 1 تا 5 و 4 در 4. ضرب ماتریسی به این صورت خواهد بود که اگر ما یه ماتریکس مولتیپلیکیشن تعریف کنیم، باید بگیم که این مای تنسرمون و ات مای تنسر ترانسپوز. پرینتش هم بکنیم. البته اینجا این 4 تایپ نشده بوده. این ضرب ماتریسه. ضرب ماتریسی یا ماتریکس مولتیپلیکیشن رو میتونیم به صورت دیگه هم بنویسیم. اگر یک متغیر جدید تعریف کنیم و میگیم my tensor، از دستور matmo استفاده میکنیم و my tensor transpose رو به صورت ورودی بهش میدیم. پرینتش هم میکنیم. مشخصه که خروجی هر دو دستور یکی هست. بسیار خوب، این هم یک مرور خیلی گذرا بر روی عملیات‌های ریاضی و محاسباتی که میتونیم روی تنسرها انجام بدیم.
البته این عملیات ها خیلی زیادتر از این 4-5 عملیاتی هستن که اینجا بیان شدن و توی ویدیوی بعدی به یه تعداد از اینها اشاره میکنیم. مورد بعدی تنسرهای تک عضوی هستن و دستور ترشدات آیتم. اگر مای تنسر رو یک بار دیگه فراخوانی کنیم، این تنسریه که قبلا توی این قسمت تعریفش کرده بودیم. بسیار خوب. حالا یک اگریگیت تعریف میکنیم و میگیم که مای تنسر